همه روزه روزه بودن، همه شب نماز کردن، همه روزه روزه بودن، همه شب نماز کردن، همه سال حج نمودن، سفر حجاز کردن، شب جمعه ها نگفتن، به خدای راز گفتن، ز وجود بی نیازش طلب نیاز کردن، به مساجد و معابد همه اعتکاف جستن، ز مناهی و ملاهی همه اعتراض کردن، ز مدینه تا به کعبه سر و پا برهنه رفتن، دو لب از برای لبه به وظیفه باز کردن، به خدا که هیچ یک را ثمر و قدر نباشد، که به روی ناامیدی در بسته باز کردن، به خدا که هیچ یک را ثمر و قدر نباشد، که به روی ناامیدی در بسته باز کردن. با سلام خدمت خانم ها و آقایان، و با امید به این که تا اینجا از این ماه پرخیر و برکت بهره کافی رو برده باشیم، پیشاپیش شهادت سرور آزادگان امیرالمومنین علیه السلام را به پیشگاه امام حضرت الله تعالی و همه آزاد اندیشان و عاشقان راهمون هر در تصدیه دارد. طبق قراری که با دوستان گذاشتیم، سوالات رو میز به میز میپرسیم و همونجا جوابش رو خدمت دوستان بیدیم. فقط خواهشن اینکه سوالات به گونه‌ای باشه که به درد همه بخوره و خلاصه بتونیم ازش استفاده ببریم. ضمن جوابهای طولانی و سوالهای خیلی خاصی که شما میدونید هم بذارید برای فرصت سوالهایی که بدونید به طور کوتاه جواب بدید و بخشی از مشکلاتتون رو بتونن حل بکنید. خب اول سوال رو سپاهیم. پیش او سر نگید جگر من رو تو همه دیگه با چی دیگه سلام خدمت 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 سوال داشتم در مورد سلطان ادعا به سلطان من اکثر سماوات و ارض ادعا به سلطان این چند بار تو قرآن هست سلطان خواهد میکنم این سلطانی که هست در اون حالا البته از یه بعد سوالات بحثای مفصلی داره و بیشتر راجع به عرفان کیهانی و مسائل مربوطه شده باشه. این تسلطی است که لازم تسلطهای خاصی حالا در موارد به خصوص پیش بیاد تا در اون به کمک اون تسلط ها اون سلط ها بدونی حرکت بکنی. حالا معنای ظاهری داره، معنای باطنی داره. میدونید که این رو وقتی در فضا بخوام حرکت کنیم مسائل و مشکلات خاصی وجود داره که این کتاب شما مطالعه فرمودید یکی از اون مطالبی رو که تقریباً پیشبینی کردیم و گفتیم و اگه بخواد با سرعت‌های بالا حرکت بشه یه تسلط و سلطه‌ای لازم هست. اما یک بحث دیگه در معنی باطنی، چون در اونجا گفته که در رفتار آسمان مکوز نمیتونه بکنید. آسمان چی بود؟ گاف صندوق‌های اطلاعات طبقه بندی شده بود. هفت آسمان، هفت گاف صندوق اطلاعات طبقه بندی شده. خب حالا صحبت از اینه که در این گاف صندوق ها نمیتونید نفوذ کنید الا مگر با داشتن یک تسلط ها و
برها راهکارهایی که خب ما همون یکی از کارامون بررسی و راهکار هاست وقتی میخوایم به این گاو صندوق ها نفوذ کنیم مورد تهاجم قرار میگیریم. همون این درسی که همه میدونیم وقتی میخوایم به سمت کمال بریم، حالا ما اونجا دیگه به اصطلاح ریسک رو توضیح دادیم، به سمت کمال که میخوایم بریم با مقاومت ها و مسائل رو برو میشیم. اگر بخوایم در این گاو صندوق رو باز کنی مورد حمله قرار میگیری. بنابراین اگر بخواد این کار انجام بشه باید تسلط هایی باشه. همون موضوعی که داریم بررسی میکنیم. خب میکروفون رو باید یابجا میکنیم چون همه دوستان سوالات رو سلام هستم مسلسل میکنیم در این موضوعی و مجبور میشید که استفاده کنیم در تفکر بزنیم. بله، من الان خدمت رو میگم. ببینید تمام موضوع کمال و تمام موضوع انسان به اختیارش ارتباط داره. اگر اختیار رو از انسان بگیریم بود و نبوده او دیگه چی میشه؟ از اون اهمیت خودش میفته و اون و ماجرای انسان بدون اختیارش میشه مثل اینی که سناریو نوشته باشن و ما هنرپیشه باشیم و بخواییم این فیلم رو بازی کنیم، در خودمون هیشکاریم. بنابراین چه چیزی به فلسفه خلقت انسان معنا میده؟ خودتون به برده اختیارم میکروفون دید؟ اجازت میدید؟ خب اون چیزی که به فلسفه خلقت انسان معنا میده اختیارش. اگر این اختیار نقض بشه در واقع اهمیت انسان از بین میره. حالا با شما از این بحثی که می کنید چه نتیجه بخواید بگیرید؟ ما هنر انسان اینه که از صبح تا شب سر صدها دوراهی قرار میگیریم، درست یا نه؟ از صبح که اخواب بلند میشیم تا شب که میخواد بخوابیم صدها دوراهی، از این را برم یا از اون را، از اون را، از اون را. اگر یکی از اینا بشه این را اصلا مسیر کلن تغییر پیدا میکنه. و هنر انسان اینه که سر هر دوراهی داره دستشو میذاره روی زیر چونهشو بالاخره یه فکری میاندیشه و از بابت اون فکرش هم مسئولیت میپذیره، درسته؟ از گفتن و من یه عمل بسکار ضرورتن خیرن یارم مسئولیت رو ازش میخوام یا مسئولیت رو میپذیره. لذا اونجایی که نتوزه اختیار بشه مسئولیت تصمیم گیری شما رو چی به عهده میگیره؟ خب مثلا شما همان بپرسید من میگم از این را برو، خب شما میگید که خیلی خوب چون شما میگید با شما از این را میرم، بعد مسئولیتش رو کی میپذیره؟ اگه شما رفتی شکست بردید به عهده کیه؟ درسته یا نه؟ اگر در این عمل شری بود اون شرش رو به پای کیه؟ درست شد؟ بنابراین ما اون جایی که نقض اختیار بشه از نظر ما مضمون، از نظر ما مربوطه و اینجا اون هنر اصلی انسان و رسالت اصلی انسان زیر سوال رفته. دقیقا برمودیم. حالا آگاهی وقتی میرسه به آدم هر که مثلا عقل مستصل یه سری شفاف سازی آگاهی میتونه از یک کانالی باشه. ببینید در مورد اینکه آگاهی بیاد، آگاهی ما میخوام فلسفه خلقت رو بدونیم، میخوام بدونیم که اینجا چیکار داریم، درست شد یا نه؟ لذا یک دسته آگاهی هایی هستن که ما اصطلاح میگیم آگاهی های کمال. به ما میخواد بگه که از کجا اومدیم، چرا اومدیم، کجا میخواد بریم. و ما تا زمانی که ندونیم برای تقریباً برای چی خلق شدیم جهت نداریم و روی این اقیانوس مواد زندگی همینجوری داریم دور خودمون میچرخیم و به این فکر میفتیم که زندگی یعنی تنازع بقا، یعنی بکش تا زنده بمانیم. بنابراین میبینیم که این همه مشکلات و مصائبی که انسان باش دست به گریبانه به این خاطر که نمیدونه چی کار داره اینجا، درسته؟ خیلی خوب، پس چه اطلاعاتی بیسیکال و اطلاعاتی پایه میخواد به ما جهت بده؟ همون چیزی که الان داریم روش کار میکنیم،
همون چیزی که الان در واقع میخوام بهش برسیم. بگید که قبلا جهت نداشتیم، الان جهت داریم. این خودش یه نقطه اصلی در زندگی ماست که بگیم ما دیروز اگه جهت نداشتیم، امروز جهت داریم. خب و به این نتیجه برسیم زندگی جنگل نیست، زندگی تنازع بقا نیست، زندگی این نیست که با کشتا زنده بمانه. لغمه رو از دهانو بگیر، گوشی رو ببر، اینو تیگاه کن و به در واقع مفهوم زندگی به این نتیجه برسیم که اینها نیست. خب حالا یک سری اطلاعات هم میاد. این اطلاعات میخواد به ما قدرت بده، میخواد کارهای زمینی ما رو پیش ببره، میخواد باعث بشه که ما برتری پیدا کنیم. خب حالا که میخوام برتری پیدا بکنیم، این اطلاعات خب یه چیز خاصی رو پوشش میده. خب میاد ما فردا رو نشون میده. خب چی بخریم، چی بپوشیم، فردا چی میشه. خب خوندن فکر دیگران راه ما رو آسون میکنه، درسته؟ نفوذ در دیگران کار ما رو آسان‌تر میکنه و دیگه اگر ما بدونیم به یه شکلی از این را بریم یا بودا، اینها کار ما رو آسان میکنه. اما شبکه مثبت این اطلاعات رو به ما نخواهد داد. چرا؟ چون دیگه به وجود ما نیاز نیست، اختیار ما نیاز نیست، لازم نیست ما تصمیم بگیریم، تحقیق کنیم، بررسی رو کنیم. بنابراین ما بله در معرض این دو دست آموزی قرار میگیریم، اما با ماست که کدومشو نخواهیم و بحث موضوع عرفان کمال و عرفان قدرت بشه. یا ببینید گوشی صاحب این ها میتونه ببینید دوربین برات من بفرستم اونانو علی تهران بلادت گوشی صاحب تاجی تاجی گوشی سوال ما درباره اینکه بعضی کارا بپردازیم یا نپردازیم. مثلا شما تصور کنید یه کسی تفاوت زده ای که من اصلا خوبه که به شبکه هم بپیوندم، میتونه این آگاهی از این طریق برسه بهش. ببینید بعضی از تفاول ها، بعضی از مسائل کلن مثلا تفاول با حافظ کلن پیام های عرفانی میده، کلن پیام های معنوی میده. خب میدونم یوسف گمگشته با آزایت به کنان غم مخور، این پیشونم فردا حالا تو بیلیت میبره میان بزینه چه میگیره، این کار رو کار نداره، به شما امید میده، به شما یه جوری یه پیام هایی میده که کلیست و در واقع همش معنویست. این فرق میکنه تا با اطلاعات دقیق و جزئیاتی که برای مربوط به مسائل آینده، مسائل کار، مسائل زندگی باشه. بله خوش بگیم آیا اشکال شما دستون این دوش خب اگه دوستان با سوالی دارن بله نه رفت نده این درست بریم جا نوش مهم شد نوش مهم شد نوش مهم شد هر مهم که درستان از شبکه منفی از گیر برمی تشکر کنید مثل مثلا فرض کنید مکاشفه یوحنا در مثلا انجیل راجع به زمانهای آخر، مثل پیشگویی‌های زمان آخر خوده بود، راجع به دجال، کل دجال، جغرافی ماجرا، اینها به خودی خود حافظ منافع فردی کسی نیست. در مورد عرفان قدرت این قدرت ها در اختیار فرد قرار میگیره برای اینه که منافع شخصی خودش رو به کرسی بشونه. دقیقاً برای اینه که اهداف قدرتی خودش رو بهتر
مثلا بگیم بازنگاری مدر مثلا چیزه دیگه که شنیدید راجع مثلا فرض کنید الان 2010 2012، ولی این دلیل هایی که منابع ما نیست، بلکه همش هشدارهایی است، بلکه همش مثلا اینجاست که آماده باشه خب برای اینکه آمادگی پیش بیاد، وگرنه بحث منابع منابع تو کار نیست. بعد میاد رو پله عشق اون سویچ ما چیه؟ چجوری این استارت میخوره یه قضیه‌ای در روی پله عشق یا در دنیای بی ابزاری سویچ کردن کارها، راه اندازی کارها با نظر هست. این دیگه فنوتکی که روی پله عشق نداریم که با نظر، نظر حالت است که زمان به سمت صفر میدوی کنیم خب زمان به سمت صفر میل میکنه و در واقع اون سویچ را افتادن و استارت یک کاری صرفا با نظره و این نظر همونطور که عرض کردم داره میره که یک دوشه چشمی که صفر ثانیه یعنی به سمت صفر میل میکنه و خب حالا اصطلاحا به اون هم مثلا نظر گفته شده و در دنیای عرفان میگن که بله ما با همین صفر ثانیه کارمون انجام میدیم و بیخبران در نظر بازی ما بیخبران حیرانن و نمیدونن که این مثلا نظر قابلیتش از کجا اومده. البته پشتوانه این نظر باید اتصال باشه، چون اگه اتصال نباشه خب نظری در کار نیست. باید یک روپ لیش چیزی به وجود آمده باشه که آره ما خود استارتش بزنیم. این استارتی که میخوایم بزنیم بعد از اینکه اون ارتباط و اتصال بود، راه افتادنش همون یک گوشه چشمه. ما خواب را به نظر کیمیا کنیم، صد درد را به گوشه چشمی دوا کنیم. یا آنان که خواب را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ این گوشه چشم، این نظر تنها سویش و کلید تو دنیای عرفانه، تو دنیای عشقه، تو دنیای روح بده عشقه. خب؟ همت به عملی زمینی شما نمیتونید با همت وصل بشید، با همت نمیتونید عشق عاشق بشید. با زور نمیشه، با کوشش نمیشه، با سعی نمیشه که رو پله عشق ما رو بیاین. یعنی الان همت کنم بگم الان من سر ذوق میام، دو خشیه برای شما میدونم. کاربرد همت، سعی، تلاش، زور رو پله عقله. اما همت میکنم برم یه چیزی رو یاد بگیرم، یه درس میخونم، یه علمی یاد بگیرم، میرم یاد بگیرم، یه کاری رو بندازم. خب همت روی پله عقل، روی پله عشق کاربرد نداره. وقت شما الان میتونید زور بزنید، بگید من الان زور میزنم و تا همت میکنم تا یه رو دیگه عاشق بشم. بحث کاربرد واژه همت در ادبیات عرفانی ما بله زور و اراده نیست دیگه. عرفا از یکدیگر میخوان که به کار همیشه همت کنن. اون همته که اونجا هست. من از شما بخوام شما رو کار ما همت کنید. یعنی چی؟ یعنی وقت بذاریم ببینیم ما چی میگیم. یعنی بیایید بالاخره تو جمع ببینید که ما حرفمون چیه، حرف حسابمون چیه. ما از شما بخوام رو کار ما همت کنید، یعنی وقت بذارید، تحقیق کنید، مطالعه کنید، دنبال کنید، انجام بدید، تست کنید. اینها میشه اون همت. ولی با همت کسی نمیتونه عاشق بشه. با سعی و کوشش اونا به سعی خود نتوان برد پی به گوهر وجود. خب به سعی نمیشه. این وادی، وادی سعی و کوشش نیست، وادی تسلیمه، وادی حلقه است، وادی نظره. ترمینولوژی و بازاروش کاملا با پله عقل کاملا تفاوت داره و اینجا ابزاری تکنیکی کاربرد نداره. خب الان مثلا شما فرض کنید که یک بیماری دارید، میتونید همت کنید این بیمارتون رو کاری براش انجام بدید.
کار مثبت عملی، ولی از روی پلش این برای این برای کره زمین با اون برای کره زمین با یه بشکن با یه چیز گوشی چشم میشه یه اثر اینجا ایجاد کرد. این اثر جدا از سعی و کوشش و همت و اطلاعات هر برای میشه با نظر اطلاعاتش عوض کرد. یعنی چی؟ چیزی رو عوض کرد، مثلا یبرما ابراما بشه، ببینید یا دعا بشه. به هر حال شما دارید ببینید که همین این اتفاقات میفته و روی توی حلقه شما نظر میکنید، به طلب خیر میکنید. این طلب خیر شما بله اثر گذاره. الان اگه آمار بگیریم چند نفر اینجا مثلا طلب خیر رو با نظر امتحان کردن مثبت ثمر داده؟ چند نفر دستشون بلند کنم دوستان؟ چند نفر طلب خیر با نظر کردن و مثبت ثمر میده؟ یه بار دستشون بلند کنیم، دستشون بلند کنیم. خب اینجا وادی این نظر و وادی اینه که خب آمار به ما نشون میده که خب طلب خیره پس اثرگذار بوده یا هر چیز دیگه یا هواهای اما الان که آشنا شدم خودم سوالی که من باقی مونده اونم این که در انسانی تماس گفته میشه که در صفر ثانیه در روز ازل تمام زندگی ما دیده شده و حتی لحظه مرگ ما دیده شده. از طرف دیگه ما داریم میگیم اینجا وادی اختیاره و ما اختیار داریم که زندگیمون رو درست کنیم. پس قضیه چیه؟ اگر روز مرگ من در روز ازل دیده شده، پس اختیار من برای زندگی کردن چیه؟ و اینکه من چه روزی زندگی کنم تا روز مرگم رو بخوام به تعویض بندازم یا یه سوال دیگه هم در مورد این جواب بدید. سوال به سوال خب البته دوستان بحث دو معبود و حلقه نالله و اینا الهی راجعون رو یا حلقه تضاد، حلقه دو قطبی اینا رو بیدیم. ما در بالا یک عالمی رو معرفی کردیم که عالم تک قطبی که لا مکان لا زمان لا تضاد. اما در این حلقه ما تضاد داریم جز لاینفک حلقه. اینه که ابلیس سجده نکرد معنیش اینه، یعنی این حلقه حلقه است که در همه جاش تضاد داریم. بعد در اون ابعاد مختلف وجود داره. ناظری که در اون بالا در عالم هر قطبی قرار داره زمان و مکان و تضاد و سایر ابعاد شاملش نمیشه، درسته؟ بله؟ خب حالا شما فرض کنید که یک نازه از بالا این حلقه رو دور بزنه و زمان شاملش باشه، مثلا 100 میلیارد سال طول بکشه. خوب دقت کنید، نازه یک در لا مکان لا زمان لا تزاده، این حرکت این نازه دور رو در چه مدت زمانی نظارش میکنه؟ میکروفونت اگه میشه جواب بدید. به تو میکروفون جواب بدی. میکروفون بفرمایید، بفرمایید میکروفون. صفر ثانیه، درسته؟ پس ناظر یک در صفر ثانیه تمام حوادثی رو که در 100 میلیارد سال مثلا حرکت ناظر دو اتفاق میفته اون در صفر ثانیه میبینه. قبول دارید رو؟ خیلی خوب. حالا ناظر دو چی؟ ناظر دو باید این فینا رو بله 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 بله. حالا ما الان ناظر دو هستیم و اینجا قرار داریم، درسته؟ ناظر یک امروز و فردای ما و دیروز ما رو دیده یا ندیده؟ در چه مدت زمان؟ صفر ثانیه. اما این صفر ثانیه که او دیده مجموعه اختیارات ما در خلال این چرخه، نه اینه که تعیین کنه فردا ما چه بکنیم. اون چیزی رو که ما اختیار میکنیم فردا او تو صفر ثانیه اول دیده، تموم شده، رفته بیکاره.
لامکانی که در آن نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش از کجاست؟ ماضی و مستقبل از دید تو است، هر دو یک است و تو پنداری که تو است. برای ناظر بالا که اون لازم نبود سخت کنه پا به پای ما 100 میلیارد سال ببینه که ما چه کردیم چه میگو، چون زمان شاملشته میشه. سه ثانیه خب یا آدم آزمایش پس بده یا آدم اندونی آدم آزمایش پس دار. بعد گفت علم اقول لکم، یعنی بهتون گفتم که، یعنی تموم شد، یعنی در همین ما در همین چیز تموم شد و نتیجه این آزمایش معلوم شد، مشخص شد برای اون عالم بالا. ولی ما الان توش هستیم و مطابق با ابعاد خودمون داریم حرکت میکنیم و اونو سپری میکنیم. حل شد یا نشد؟ پس حالا بعضی ها از لوح محفوظ این مسئله تقدیر و سرنوشت رو نتیجه میگیرن، میان خب ما تقدیرمون اینه دیگه، روز اول برامون نوشتن، بعد برامون نوشتن پس ما در چی کاره؟ پس این سناریوی ما همونطوری که خدمت رو کردن ما هنر بشین داریم نقش رو بازی میکنیم که چی بشه؟ خب لابد نشید یا این بازی ما رو نگاه بکنم سرگرم میشم، ولی همچه چیزی در واقع نیست. لذا چیزی به نام تقدیر و سرنوشت به اون معنا که از قبل برای ما تعیین کرده باشن ما چیه؟ بله؟ نداریم دیگه. خب؟ استاد یه خوبتایی که امشب به شبقت هم هستی میخواستم که شما در مورد شبقت در مورد فلسفه شبقت صحبت کنید. بله چشم. خب مختصر و مفید این بحث رو هم خدمت عرض بکنم. انسان در شب و در ظلمت قرار داره، در ظلمت رو قرار دادن کامل از ظلمات ایران، از این ظلمت خودش رو به سمت نور بکشون، این رسالت ماست. و در این ظلمتی که هستیم، در این شبی که قرار داریم، در این لیلی که قرار داریم، میبایستیم به شناخت منظرت و قدر خویش نائل بشیم. خب یعنی در واقع مثل اینکه ما تو تاریکی داریم کورمال کورمال دنبال یه چیزی میگردیم، خب اگه روشن بود که دیگه هنری نبود، خب ما میمدیم که بگه آقا نوبا من میدادم. اما هنر اینه که تو تاریکی داریم میگردیم دنبال یه چیزی و قرار در این ظلمتی که در اون قرار داریم یه چیزهایی رو پیدا کنید، اون در اون گاوصندوق ها رو باز کنید، مثل دوزه که شب اومدن تو تاریکی رفتن سراغ گاوصندوق به نور زیاد نیتونن چیز کنن و تو تاریکی همه کاراشون رو یاد گرفتن که انجام بدن. حالا ما هم قراره که در این ظلمت شبی که قرار داریم به شناخت قدر و منزلت خودمون نائل بشیم. اگر نائل بشیم چی میشه؟ خب موج آگاهی ها تنزل ملائکت و روح و ملائکی میدونی سمبول ارکان جهان هستیست، تمام عرش الهی رو نگرد و سنه چی؟ یعنی راز و رمز های این عرش کجاست؟ دو دست ملائکه. ملائک چی بودن؟ چی هستن؟ اون چی که عرش نگرداشته، حوزه گرانش، حوزه مقادیس، حوزه الکترونیک، حوزه چی و مسائل مختلف دیگه، حالا از زیر و زبر و کماکان همه رو آشنایی داره. خب اگر ما به ادراکات خاصی برسیم این مسائل برامون باز میشه و قراره که وندران ظلمت شب آب حیات هم دادن، باز قراره که ما به این آب حیات برسیم، در این ظلمت شبی که هستیم به آب حیات برسیم. آب حیات چیه؟ حیات که این حیات نیست. چرا؟ چون با بحثایی که داشتیم عمر طولانی یعنی نیازمندی طولانی، عمر جاویدان یعنی چی؟ نیازمندی ابدی. رحیمیت الهی رو در این دیدیم که نمیگذاره ما اینجا بمونیم و الهی راجعون شامل حال ماست.
و ما رو توی نیازمندی نمیگذاره و ما رو به سمت خودش شکار میکنه میبره. بنابراین وقتی میگیم آب حیات که خضر هم دنبالش میگشت، دنبال آب حیات میگشت، منظور این نیست که به یه آب میگرسه که از این آب اگر بخوره عمر 1000 ساله 2000 ساله دارم یا حتی جاودانه پیدا کنه. آب حیات، آب چیه؟ آب و خاک و باد و آتش و نه آب، آگاهی. خب آب حیات، حیات اون حیاتیست که گفتن مثل خودش جاودانه میشی. ما دنباله اون مجموعه آگاهی هایی هستیم که در اون حیات جاودانی به درد ما بخوره، نه اینجا صرفا. البته خب لذا هر کسی داره میره تا با لیلت القدر خودش برخورد بکنه. حالا لیلت القدرش کجاست؟ چه موقع است؟ روز، شب، همین چند شب هست که در پیش داریم. خب چه موقع است؟ لحظه به لحظه زمانی است که امکان داره ما با لیلت القدر خودمون روبرو بشیم. همونطور که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برخورد کردن و قرآن رو یافتن و قرآن در لیلت القدر پیامبر برشون چی شد؟ نازل شد، قرآن رو پیدا کرد. خب اگر پیدا کنند تا زمانی که در این ظلمت هستیم امنیت با ما همراه است. سلامتی، نه سلامتی جسمانی ها، دوستان که با حفاظ و اینها آشنا هستن در عربت همه تقریبا همه فست سلامتی و امنیت تا زمانی که ما توی این ظلمت هستیم. این ظلمت با ما همراهه تا اطلاع ثانوی با ما همراهه و ما کمال کمال داریم این چیزه بیشتری رو پیدا میکنیم، اما ظلمت در جاشه. ولی اتفاقی که میفته ما در این ظلمت به امنیت میرسیم. مطلع فجر تا زمانی که این ظلمت خاتمه پیدا بکنه ما در پناه اون امنیت و در پناه اون سلامتی خواهیم بود. درست شد؟ خب حالا هفت شب قدر است در شبها نهان تا کنند جان هر شبی را امتحان. نه همه شبها بود قدر ای پسر، نه همه شبها بود خالی از آن. خب در هر لحظه ای، در هر لحظه ای میتوان به قدر و منزلت خیش رسید و تعطیلی بردار نیست و چند شب به صورت الگو نمونه سمبول برای ما انتخاب شده که در این ماه مبارک و در این ماه رحمانیت الهی ما یادآوری بکنیم اون رو برای خودمون که بدونیم همچین موضوعی هم هست، همچین چیزی هم قرار بوده ما انجام بدیم، قرار بوده دنبال لیلت القدر خودمون باشیم. اما امید است که پیدا کنیم در این شبها. اگر پیدا نشد چی؟ تعطیل تا سال دیگه. خب تا سال دیگه تعطیل نیست، ولی ممکن هست که بعضی ها بکنن خب دیگه نشوشی که برای رفت تا سال آیند یه سال از دستشون گرفته بشه. ما تمام اون عشق خودمون رو در این راه خواهیم گذاشت که پیداش کنیم. امشب نشد فردا، فردا در طول روز، طول روز نشد شب، شب نشد روز، همینطوری روز به روز این ماجرا رو دنبال خواهیم کرد تا بالاخره پیدا بکنیم و در این سلامتی و در این امنیت، در این ظلمت شب تاریکی که در اون قرار داریم دسترسی بر اون پیدا بشه. و در این سلامتی و در این امنیت، در این ظلمت
ظلمت شب تاریکی که در اون قرار داریم دسترسی بر اون پیدا بشه. خواهش می‌کنم. با سلام و تشکر استاد، محبت میشه بفرمایید امشب از محور بزرگی مثبت که چیکار کنیم که محور بزرگیمونو به سمت مثبت بخوایم در واقع پیش ببریم؟ همین که از وحدت درونی فیلمی امشب اگه صحبت داشته باشیم ممنون میشه. بله، بحث محور وجودی در واقع تعریفی داریم که هر کسی محوری داره که همون اسمش باشه محور وجودی. برای محور واقع نیست، آگاه نیست، افراد نمیدونن محور وجودشون علاوه بر حرفای ظاهرشون نمیدونن که چی هست و در بعض شعور و ضد شعور که الان ما در ریورس و برگردان موسیقی و این چیزا ازش استفاده میکنیم به اصطلاح و در ترمای 8 به بالا راجع به اون کار خواهیم داشت، کار عملی داریم و در واقع یکی از مسائلی که در پیش رو داریم که بگذرونیم قرار دادن محور وجودی بر پایه مثبت و تثبیت اون. خب و این آره یکی از عجیب‌ترین موضوعات است که مورد بررسی دقیقی قرار خواهد گرفت و مجموعه ای از کارها هست که مجموعه از حلقه‌ها هست که این محور رو تعریف خواهد کرد و در واقع با هیچ نوع پوششی یا تظاهری یا ریایی نمیشه این محور رو جور دیگر اینجه بذار. یکی از اتفاقاتی که در دو سه سال آینده خواهد افتاد این است که بشر پی به محور وجودی میبره و محور وجودی حالا یا مثبت یا منفیه هیچ نوع تظاهری نمیتونه روش انجام بده. یعنی دست همه چی خواهد بود؟ کاملا باز خواهد بود. یعنی با یه تستای ساده یا آزمون ساده میشه فهمید که در واقع این محور وجودی بر مبنای کماله یا بر مبنای ضد کمال. و یکی از در واقع پروسه هایی که به امید خدا به اتفاق دنبال خواهیم کرد اصلاح محور وجودی است. خب حالا اگر که اشکالات داره این مری قابل تغییره، قابل تغییر هست. اثبات به اصطلاح تثبیت محور وجودی بر مبنای تمایل به کمال یعنی مثبت. و از همینجا هم هست تقریبا یک جدایی بین دو گروه اتفاق خواهد افتاد. یعنی بر اساس محور وجودی یک گروه به این سمت و یک گروه به اون سمت میره که اینا مقدمات به یک نقطه هست که در واقع برای مسائل مثل زمانهای آخر اینها در واقع مقدمه ای به حساب میاد. البته من میدونم که این صحبت و توضیحات هم گنگه. خب الان راجع به محور وجودی میدونم که گنگه چون باید بیام از پایه بحث شعور و ضد شعور و بعد به این محور وجودی برسیم. شما الان فقط برای که یه مقداری با مثال براتون روشن بشه شما الان برگردان موسیقی ها رو در اختیار دارید مقداریشون. درسته؟ بسیاری از شعرهایی که این شعرها رو گفتن و الان برگردان شده و منفیه خودشون اصلا خبر ندارن. حتی ممکنه شعرهایی در وصف الهی وصف در توصیف برار ارکان معنویت اینها اشعاری به سرایند و بعد خیلی ساده ما معلوم بکنیم که اینها منفیست. خب یعنی بر اساس محور وجودی منفی بنا گذاشته شده. اصلا به ظاهر حالا شعر نوشته و اینها نیست. خب این اتفاقات به زودی خواهد افتاد در قالب مطالب نوشته ها اشعار و در خصوص حالا کلا موسیقی
داشته خواهند شد. خیلی از چهره ها، کتاب ها، موسیقی ها، اینا از نقطه اتفایش که در دو سه سال آینده باش روبرو خواهند بود، به عبارت به عنوان یک نقطه حتمی تو مسیر حتما باش برخورد خواهیم کرد که الان داریم مقدمات این مسئله رو در واقع به اتفاق میگذرونیم. نمیدونم باز اگر که میور وجودی سوال کنیم، میور وجودی باز اگر که ببینید چیکار کنیم که در جهت مثبت یک سری حلقه ها رو گذروندیم، یک سری حلقه های دیگه هم باید بگذرونیم تا این میور در سمت مثبت قطعا باشه و تثبیت پیدا بکنه. انشاءالله من عرض کردم تو الان اگه میخواستیم دوزی بدیم میبایستی کلاسی به عنوان درس میرفتیم، از پایی شروع میکردیم به دوزی دادن. و ببینید یکی از مسائلی که دوزی دادیم لا اله الا الله درون و تابوت درون و بحث تابوت درون، تابوت بیرون که هیچی، تابوت درون اینا همه بعد نگرده به یه سری اون بحث مدیریت من، مدیریت نمیدونم انرژی ذهنی، مدیریت های داخلی، همه اینها نهایتا منجر میشه که منجر به این میشه که ما محور وجودمون در جهت بله لا حول ولا قوت الا بالله به یک محوریتی به اصطلاح برسیم. با سلام و تشکر از استاد، سوالی که دارم اینه از کجا متوجه بشیم که حالات و روحیات خودمونه یا کالبد ذهنی یا حالات موجودات غیر ارگانیکه؟ چی رو از کجا بدونیم؟ یعنی بیرونیزی ها؟ بله، نه اصلا کلا حال متوجه بشیم که این عکس العمل ها و حالاتی که داریم حالات خود ما هست نه غیر ارگانیک. بله ببینیم، بله ویروس های غیر ارگانیک تظاهراتشون نمودهای بسیار خاصی داره. این نمودها وقتی مورد بررسی قرار میگیره میاد به تظاهراتی که یک بخشی از این تظاهرات شناخته شده است، مثل توهم های مختلف، توهم های شنیداری، دیداری، پنداری، احساسی، مثل وسواس، مثل دو قطبی بودن، مثل چند شخصیتی، مثل رفتارهای غیرعادی و تمایلات غیرعادی، بخشی از این تظاهرات به این صورت و بعد یک موضوع و بخش شاید قابل توجه در مورد خیلی ها اینه که ما به وجود ویروس، نوع ویروس، حتی مذاکره و صحبت هایی که با ما داره شما واقفی و میدونید و نوع بیرونیزی و نوع تظاهر درونی کاملا مشخصه که هیچ ربطی به مسائل دیگه نداره، به مسائل ذهنی ما و مسائل مختلف دیگه ما ارتباطی نداره و بعدم برامون ثابت میشه. چرا؟ چون بعد از این خارج میشه متوجه میشیم که بله تا اینجا مشکل ما از چه قراره میده. سوالی که افرادتون داشتن در بودی آن رسول که این موضوع، این کلمه به نوع دیر به کمال شد زنین که بیش از 6000 سند در وادیوان وجود داره که این موضوع اثبات شده است و اساساً اگر قرار باشه که این تناسخ بخواد رد بشه، شاید اعتقاد شخصی من باشه که عدالت خداوند زیر سوال میره به دلیل اینکه یک بار به من نوعی فرصت میده من بیش از 60 سال 70 سال فرصت گناه داشته باشم و کودکی در 3 ماه 4 ماهگی از بین میره. شاید اگر با اون فرصت می دادن بیشتر از هر کس دیگه میتونست گناه کنه و شاید هم جنایت.
بفرمایید. من توضیح رو در این خصوص پس خواهش می‌کنم. باشم. عرض کنم خدمتتون که دوستان ما که تجارب تشعشع دفاعی رو گذروندن و با ویروس‌های ویروسانی کار کردن، کار عملی حالا من یه آمار اینجا ازت برای شما میگیرن، اینها میدونن اسنادی که الان وجود داره که دنیای علم و حالا خیلی هاشم حکومت که هیپنوتیزم و اینا ایجاد شده مبنی بر این است که اگر افرادی رو هیپنوتیزم بکنن این افراد اطلاعاتی رو میدن که مربوط به گذشته است، یعنی فردی با اسمی با زندگی و در جایی اطلاعات دقیقی رو میده، مربوط مثلا 100 سال پیش، 500 سال پیش، 1000 سال پیش، 50 سال پیش، و این اطلاعات رو اون فرد فاقدش بوده و مخصوصا در این یکی دو دهه اخیر از طریق هیپنوتیزم این آزمایش ها به عمل اومد. اما اگر ما به این افراد تشعشع دفاعی بدیم، حالا حقه که برحال ویروس های غیر ارگانیک رو یا به عبارت حالا نمیخوام توضیح بازم و همین نام شما فعلاً باش داشته باشیم، ویروس های غیر ارگانیک رو ما تحت شاخ قرار بدیم، اونا میان بیرون میاد رو و بعد معلوم میشه که نه این خود این فردی که الان در حال حاضر داره زندگی میکنه این 500 سال پیش نبوده، بلکه روحی که با این همراه هست یا روحایی که با این همراه هستن تشخیرش کردن در واقع معلوم به 100 سال و 500 سال و 200 سال و 50 سال قبل هستن درجه برمودی و وقت اونو خارج میشن فرد دیگه اصلا همچین تجربه ای نداره. دقیقا برمودی؟ من یه سوال بکنم، چند تا از دوستان حاضر این تجربه رو انجام دادن براشون ثابت شده؟ دست رو مرن کنم. خب؟ بله، یعنی ببینید قریبه به اتفاق دوستان ما این یکی از راه های رد تناسخه، یعنی ما حاضریم این آزمایش هم حتما ترتیب خواهیم داد. خب حتما در سطح به اصطلاح خاصی یه سطح جهانی باشه همونه رو که هیپنوتیزم بکنن و اینا رو بگن، بعدش ما وارد عمل میشیم، اونا رو در معرض تشعشع دفاعی قرار میدیم، اون روها رو میاریم بیرون و ثابت میکنیم که اصلا این فرد 500 سال خودش نبود. اما در مورد بحث عدالت که یکی از پیچیده‌ترین و با اهمیت ترین مباحث عرفان کماله، دوستان با جانهای موازی آشنا هستند، با بحث تصدر و سیدی که باید تیبشه آشنا هستند و به نوعی میدونن که در یک جای ما مجادله داریم، در لا مکان لا زمان مجادله داریم، بر اساس مجادلاتی که میکنیم اون جوابهای مد نظر حضرت عالی از پاسخ داده میشه، جانهای مثلا موازی داریم و این جانهای موازی خودش یک قضیه خیلی خیلی مفصل است. چند تا موضوع دیگه هم هست، یکی تن واحده هستی و اینی که شما یک صورت مجادله من هستید، من یک صورت مجادله شما هستم، مجادله عرضی داری، مجادله طولی داری، اون بچه که سه ماه مرده ارتباطش با من چیه؟ ارتباطش با شما چیه؟ یکی از تجارب منه، یکی از تجارب شماست، یکی از تجارب ما و خلاصه اینقدر ما مجادله کردیم تا آدم اونجا جواب داده بله. منطقه این الان پیشیدگی داره، این رو باید حتما در مباحث کلاسی و از پایه شروع کنیم بره صحبت کردیم، این رو دوستانمون همه در جریان هستن، من الان اشاره کردم همه دوستان میدونن که چی میخوایم بگیم تا آخرش رو در واقع دارن، اما شما قطعا بدونید که عدالت برقراره درجه میفهم. اما حالا ما در این که بیان بگیم تناسخ آیا راهش بود یا نبوده، شما من یه سوالی از شما میکنم، اون در مورد طرفداران تناسخ میگن که ما میمیریم روحمون میاد یک نوزاد رو تصویر میکنه دوباره به دنیا میاد، دوباره میمیریم دوباره میاد روح رو تصویر میکنه تا آرمامون
بشر امروز به خودش، به طبیعت، به هستی، به دین، به خدا، به هر چیزی داره به مراتب بیشتر از 100 سال قبل. انسان امروز آرامشش بیشتر از 100 سال قبل. پس امروز انسان ظلم بیشتری به خودش خب نسبت به 200 سال قبل چی؟ نسبت به 500 سال قبل چی؟ نسبت به 1000 سال قبل چی؟ نسبت به انسان‌های نخستین چی؟ امروز بشر هر کدوم از ما در یک ساعت ظلمی رو که به طبیعت بکنیم معادل همه ظلمایی است که انسان‌های نخستین به طبیعت کردن. یه اصطلاحی که به ماشین می‌زنیم میزان اکسیژنی رو که ما از این جبهمون مصرف می‌کنیم برابر همه اکسیژنی است که در واقع انسان‌های نخستین فرض کنید در یک روز مصرف کردن. حساب می‌تونیم با هم حساب کنیم. خب بنابراین هر چه ما میریم جلوتر کارمامون سنگین‌تر میشه، کارمای ما توجه می‌فرمایید بیشتر میشه، راندمان ما کاهش پیدا میکنه. چرا؟ اگر ما بیان یه نمودار بکشیم نسبت به سوالمون رو نسبت به علم در نظر بگیریم، سوالمون به علممون انسان چندین هزار سال قبل اومد کس چپ و راستش رو شناخت گفت که من کیستم؟ اینجا چیکار میکنم؟ کی خدا؟ علم چقدر بود؟ علم چقدر بود؟ صفر. علم نداشت. انسان امروز یعنی اون سوال نسبت به صفرش میشه بی‌نهایت. انسان امروز سوالی که مطرح میکنه به نسبت علم هیچ‌وقت بی‌نهایت نمیشه. یعنی ما سیر نزولی طی کردیم، راستیم که اون راندمان توانه دقیق بودیم. حالا باز من چند تا بحث دیگه هم اولین پس هرچی میریم جلوتر تناسخ جواب برای ما نمیاره. تناسخ هی کارهای ما رو بیشتر و بیشتر و بیشتر و بیشتر میکنه. هرچی داریم میریم جلوتر بنبست بیشتر برای بشر مشهور میشه که بنبست قرار داشتن. خب یه سوال دیگه اینه که انسان های نخستین در حقیقت چند نفر بودن؟ خیلی کم بودن. فرض کنیم ده هزار نفر بودن. این ده هزار نفر ببینن چند تا روح دارن؟ ده هزار تا. به چند تا مرتبه دیگه نیاز دارن؟ ده هزار تا. خب دوباره میان بدون؟ دوباره چند تا؟ سه باره؟ دوباره الان جمعیت ما چقدر باید باشه؟ ده هزار تا باز باشه. 7 میلیارد رو هم که زاد و ولد نداره. تو زندگی بعدی زاد و ولد نداریم، جنسیت نداریم، زن و مرد نداریم. این چیزا رو ازدواج و اینا بدبختانه البته
خیلی ممنون. ببخشید استاد در مورد تاثیر آگاهی و ماده و انرژی، ما اینجوری که من فهمیدم بر این باوریم که آگاهی رکن مستقلی هست از ماده و انرژی، در این حال که بهش قابل تبدیل هست. اون بخشی که آگاهی و در واقع ماده و انرژی به آگاهی تبدیل میشن رو اون من متوجه نمیشم، یعنی فکر میکنم اون بخشی که آگاهی به انرژی تبدیل میشه اون وقت انرژی نوع دو باید باشه به نظر من. اصلا با اون انرژی کاملا مجزاست، انرژی است که ما اگر از این تعریف کنیم و اگر خسته باشی در خستگیش در هم میره، اگر نای نداشت حالا میتونیم صد متر بدوریم. خب مثلا یه نفر بگیم که بشین پاشو، صد باید بشینیم پاشو، آخر دفعه زانوها چی میشه؟ بلد میشه، اسید روی زانوش تشکیل میشه دیگه نمیتونه. حالا اگه بگیم یه سکه طلا گذاشتیم اون دم در، خب هر که زودتر گرفتیم این زودتر از همه بلند میشه میره اون سکه رو برمیداره، این با این جون در نمیاد، چون عصبی که بلد شده الان بر اثر جلد اسید اینا از کار افتاده الان نمیتونه بدوه. ولی در مثلا شرایطی که تعریف کردیم انرژی نوع دوم رو دسترسی داریم و اون انرژی نوع دوم این وسط چی میشه؟ میاد وسط. این انرژی یکی از زیر مجموعه انرژی هاییست که ما میشناسیم و اون انرژی که اونجا گفتیم آگاهی ماده انرژی تفاوت حالا اون چشته بله. بعد ماده انرژی تبدیلش به آگاهی و مثالش محو شدن یه زائده، محو شدن تومور مغزی، محو شدن فیبروم و نمیدونم یه همه هر روز که تجربه داریم. چند تا از دوستان حاضرمون خودشون یا تومور یا فیبروم یا کیس چیزی داشتن محو شده، دستشو بلند کنن بله باید حفاظ داشته باشن.